وایسیم، اگه جلو نزنیم همیشه نوبت ماست. به روزی راضی باش که زندگی برامون زیاد و کم داره، یه روز پر از خنده است، یه شب پر از گریه است، شادی و غم هم داره. اگه بتونی بگیری دست مستنم که قاطی نکنی خودتو تو هر زد و بندی، برنده تویی میشی که حتی تو قرعه نبری و ببینی میتونی بخندی، روزی رو میرسونه صاحب برکت، شرطش هم اینه که نمونی از حرکت، دستتو مطمئن بده دست خدا تا تو تموم زندگی پا به پات بیاد. به هر چی که داری، به هر چی که نداری، دلت رو راضی کن، این همه که دویدی کجا رسیدی، کلاتو بازی کن، به روزی راضی باش که زندگی برامون زیاد و کم داره، یه روز پر از خنده است، یه شب پر از گریه است، شادی و غم هم داره. پدر و مادر و برادر زنه رو کشتن و برای همین ول کرده رفته خارج دیگه، 32 سال بعد برگشته. بیخیال آقا، چی شد؟ بخواستی من رو ترس بدید؟ باش آقا، من ترس خوردم. بیا اینو بگی بسا بندی کن آقا، کار تعطیل کن، بگیریم بخوابیم. خواه قصه ایم آقا. اشکان الان 3 نفر تو این خونه سلاخی کردن، با چکش کشتن، هیچ تاثیر رو تو نداره؟ بلکن آقا، یه دیگه کاغذه دیگه، مال 30 سال پیشه، باید کجا معلوم راست باشه یا دروغ. روزنامه برای چی باید دروغ بنویسن؟ بیخیال آقا، الگی چیز نکنید، تابلو دارید بازی میکنید آقا، خیلی زایه. چی بازی میکنید؟ همین دیگه، جفتتون دست به یکی کردید منو بترسونید، ولی خیلی دارید تابلو این کارو میکنید، من میشه خندم میگیره تا بترسم. چرا باید بترسونید؟ بترسونید که چی بشه؟ من نمیدونم چی بشه، ولی اینو خواستم بگم آقا، وقت خودتون تلف نکنید، دستتون رو شده. خیلی خوب، دستتون رو شده. آقا وقت نداریم الان، چشمم بزنیم صبح شد، بریم باشیم این نصف شب به کارمون برسیم. بریم آقا. من دیگه اصلا دست دلم به کار نمیره، نمیدونم از وقتی که ما اومدیم تو این خونه انرژیش یه جوریه، من اصلا نمیتونم کار کنم. الانم که خبر قتل اینا رو خوندم دیگه بدتر شد. این از این روزنامه، اونم از آفتابه. روز مزیدن نهیو بیا بیا سفینم، این قضیه آفتابه چیه داری چما میگید؟ یعنی تو نمیدونی داستان آفتابه چی ها؟ باشه آقا باشه، تو نمیدونی. ببین من اگه سفه چی بود؟ این شکلی بود یا الان ریخت؟ من همه رو جمع کردم گذاشتم
هیچی رو زمین نبود. نه آقا، من فکر میکنم من اینه گذاشتم، چه کج گذاشتم، خواهیدم باد زد ریخ دیگه. لعنت توید عشقان که همیشه دست چلفتی، باد میاد تو خونه. گفتم شب بیاد دیگه. آقا من فکر کنم روح پدر خانوم عارف سرگردونه، میخواد از ما انتقام بگیره. از ما؟ از ما چرا باید انتقام بگیره؟ آقا یکی دیگه زده یارو رو کشته، باید بیاد از ما انتقام بگیره. بباشه روح دیگه نمیفهمی، میخواد از ما بگیره. آقا میگن روح میدونی جسم رو نمیتونه بندازه، انسان که نیستش که، رد میشه. من دیدم اصلا تو فیلم ها دیدم دیوار رد میشه، بعد نمیتونه مثلا اونو بریزه اینجا رد میشه. عشقا یه بار دیگه چرت و پرت بگی. یه جوری میزنمت که از داخل تمام وسایل بسته بندی شده و بسته بندی نشده خونه عبور کن. با ذکر مثال این شکل، این شکلی رد چی، این شکلی، این شکلی مثل روح. چطه اینجوری میگن؟ تو هم همینطور. آقا من میخوام زنگ بزنم آقا نادر و بیتا خانم بیان ما رو ببرن. چی؟ زنگ بزنی به آقا نادر واسه یه دونه جعبه که ریخته؟ بود میشه فردا تو چشش نگاه کنی؟ بعدشم آقای وحید خان بیتا خانم بیاد ببینه اینقدر ذلیل و ترسوی، همون نیم درصد هم که رود نظر مثبت داشت منفی میشه. بذارید من یه ذره آب رو بیش آقا نادر داشته باشم. خواهش میکنم به مدیریت من اعتماد کنید، با خون سردی و آرامش برگرم سر کارم. اینم احتمالا تعادل نداشته افتاده. بریم دوستان. میشنوین؟ آره بالا داره راه میره، کسی نیست، کسی نیست از این سو، به اون سو کشیم. شما کجایی؟ نه نه اتفاق اومدیم خونه یک از دوستانم فیلم ببینیم، من براشون تجزیه تحلیل کنم. آسابه یعنی تا من زنگ نزنم شما به من زنگ نمیزنید؟ نه اتفاقا همین الان میخواستم بهتون زنگ بزنم، باور کنید به فکرتون بودم همین الان. اون رادیویی که برای تولد پدرم گرفتیم. بله بله همون رادیو که خیلی تلاش کردم واسه خریدش. وقتی داشتم کادوش میکردم یا همه دل و رودش ریخ بیرون، فکر کنم تقلبی بوده. تقلبی؟ امکان نداره. نه من خیلی تلاش کردم باز خریدنمون. حالا اشکال نداره، من مدیریت میکنم این موضوع رو، میدونید که من تخصصم مدیریت. حالا توی اپ چی شد؟ اتفاقی افتاد؟ میخرم من برای چون حتما یکیشون میگیرم. از خبر از شما؟ یک سال داشتم جسارت هم نده خانم. شما نصف شب زنگ زدید فقط موضوع رادیو رو به من بگید. نصف شب که الان ساعت 10:30 شما میخواستیم بخوابین؟ من مزاحم خوابتون شدم؟ نه امکان نداره ساعت 10:30 راست میگیم. بله نه من این فیلم زمان شبه، من فکر کردم که اینجوریه که الانم نصف شبه. بر حالا من توی چی شد؟ چرا چیخ زدی؟ چیزی نیست، چیزی نیست، هیچی نیست. من
این فیلمه، این شخصت اصلیش یه لحظه روح دید، رد شد روح، این ترسید، جیغ زد. صبر، صدای شما بودا؟ من؟ نه امکان نداره من جیغ بزنم این شکلی زنونه. آخه نه من جیغ بزنم برایتن نمیخوره، میدونید این فیلم هست. حالا بعدا تو این مقال نمیگنجه، من بعدا با تون در موردش مبسوط صحبت خواهم کرد. اگه اجازه بدین من پشت خطی دارم، میتونم بعدا شما رو بگیرم نده خانم؟ باشه پس قطع کنم. نه شما قطع کنم. حالا چه فرقی داره شما اول قطع کنم؟ چشمم قطع کنم. خب نگه خدافز. صابر تو بودی جیغ زدی؟ من نه. چرا دیگه تو بودی؟ صدای تو بود دیگه. نه من صدای من این شکلی بود، من جیغ بزنم این شکلی میزنم، این صدای این شکلی بود. من اینجوری میزنم. تو بودی؟ تو بودی دیگه. البته هرچی هرچی فراموش کنی بحثو. بچه من یه کسی تو حیات دیدم داشت میدوید، نمیدونم یه چیز سفیدی بود. شبات دیدی از ما بهترون دیدی؟ پدر خانم عارف اومده انتقام بگیر. خانم عارف اگه میخواستید من رو ترس بده ما اعتراف میکنم آقا، من ترس خوردم. بخیار شد دیگه. ترس خوردم؟ چی میگی واسه خودت؟ یه جوری چیز میکنه آدم. یکی تو حیات بود، بریم ببینیم کیه. نخیر برای چی بریم؟ هر کی روح شبه پدر خانم عارف، هر کسی که هست بذار همونجا باشی، تو خونه امتره، اینجا میمونی درم بسته. وعید چی میگی؟ اومد و یه کسی یه چیزی برداشت، فردا افتاد گردن ما. بریم تو حیات تا در نرفته. یه چیزی بردارید واسه دفاع از خودتون، سری یه چیزی پیدا کنید. اگه از ما بهتر باشه هنگوله گش کنیم بطر لج میکنه با ما. چی میگی؟ برو چی پیدا کنیم؟ الان چوبه تو کدومه؟ آقا این شلن کوچولین کوچولین به درد همین کوچولین میخوره. بگو این چی به من بده؟ آقا به درد من میخوره. بیا اینو بگیر. آها این شو بده من اونو. آقا این اقلا میتونیم آقا چیکار کنم خودم چی؟ دفاع کنم دیگه. تو مسلسل هم بتون دستت هیچ غلطی نمیتونی. نمیتونم؟ آقا اینو بکنم چشت ببینم میتونم یا نه. تمام کنید این بحث احمقانه رو. خستم. چی روشون میبینم؟ چی منم خاطر دوست عزیز کیس؟ بزرگوار بزرگتر کیس؟ برو جلو دیگه برو جلوتر خب ببینم هیچ کس نیست ما که میشتم دیگه دوست عزیز هیچ کی نیست به برگردیم چی خار داره؟ نه ترس نداره، خار داره. ترس خاموش کن. خب اونجا نه تو برجا بیاد. همه چی تحت کنترل. بس از این چرا اومدیم بیرون آقا؟ به برگردیم دیگه. الگه اومدیم ببینیم چی بشه. چیزی نیست. چیزی نیست. ها، من اول گفتم الان چون بالا توهم زدم من.
سر یه موضوع احمقانه وقتی اینو طرف کرد. آقا ببخشید میگم حال که دیگه اومدیم اینجا، ببخشید این گلاب براتون دستشویی اینجا سی دقیقه واسه من برم دستشویی بیام. باشه کجا بری؟ یعنی ما که موقت واسه تو این سرما؟ آقا واسه دیگه من تنهایی نترسم دیگه. باشه برو. آفرین دست دادن. منو نگاه کن. آقا جمع جورتر بشین ما هم جاشیم بیایم اونجا. نمک نریز بابا، برو برو وای جا ما اینجا وایستادیم. برو عزیزم نبینا، برو نه اینجا اینجاییم. یک دو سه چهار پنج دارم میشمارم اینجا ما. وحید وحید مرد گنده رو ببین، عاقبت درس خوندن میشه اینا. چی شد؟ چی ببین یادت باشه بعد از مرگت اون مغزتو اهدا کن دانشگاه تهران روش تحقیق کنن. خب مثل چیز یارو انیشتین. خودتو داری با انیشتین مقایسه میکنی؟ حالا ادیسون. تو ادیسونی؟ یک مش از بالا افتاد رو سرم، اندازه هم یک هندونه. لعنتی هندونم دست با در بیاره اینقدر نمیشه که تو گفتی. سرم ترکید. نکنه این روح خودش شبیه موش داره برده. ببین یه بار دیگه کسی اسم تو به روح اعتقاد داری؟ نه بله. تو داری؟ آره. اسم روح بیارید خودم روحتون رو نابودش میکنم. فهمیدید؟ آره. تمومش کنید. خدا سر دفتر. خوب شد با آقا نادر زنگ نزدم و وگرنه حیثیت رو میرفت چجوری تو چشش نگاهت میکردم. آقا من میگم ول کن این خونه رو برگردیم. آقا ببینیم همون کارتون خواب شیم بهتر از اینجا. نمیخواد بابا ول کن یه بابا. چیزی نیست، چیزی واسه ترسیدن وجود نداره. نمیدونم شما از چی میترسید. همینجوری علکی بابا خوار داره این خاره دوباره خور. خور از بوته ترسید؟ نه خور داره دیوان است. ترس داره؟ بس برو تو. خستم. خوب شد برای فیلم دوتا جلبک گوش ندادم زنگ بزنم به آقا نادر بگنه بعدن چجوری تو چشمش میتونستم نگاه کنم. ببین آشغالی چیزی توش نرفته؟ نه هیچی معلوم نیست. این برا نگاه کن. نه هیچی معلوم نیست بابا. گرد و خاک چیزی حتما وقت امروز خیلی عذیت شد که یخی که. آره خب من آوردم چشمتو بشوری باش. برو داغشو بیار. چشم. بله. سلام جناب سهرابی، شبتون بخیر. سلام. از مطب دکتر آوا تماس میگیرم. سلام، حالتون چطوره؟ خانم دکتر خوبه؟ بله بله نداشته باشم هم جور میکنم. سلام زیادی منو به خانم دکتر برسونین، بگین حتما سر ساعت من خدمتشون میرسم. ممنونم، خدا نگهدار. خداحافظ. دکتر چی وقت گرفتین؟ یه خانم دکتر روانشناس خیلی خوبی هست، کارش خیلی خوبه. سیاوش منو برد پیشش، فردا باش قرار دارم. پیشنهاد میکنم تو هم بیای بریم پیشش. بیا بریم پیشش که سینما نمیخوایم بریم. من مشکلی ندارم. خیلی خوب، هیچکی مشکلی نداره، فقط من دیوونم. چرا به خودتون میگیریم بابا؟ من منظوری نداشتم. آره بی خیال. امروز با مامانت خوش گذشت؟ آره خوب بود، رفتیم سینما یه دوری زدیم یه چیزی خوردیم. چرا هتلشو عوض کرده؟ بابا من فکر میکنم اونور یه اتفاقی افتاده. ماما اوضاعش اصلا خوب نبود. اوضاع مالیش خوب نیست؟ نمیدونم، شاید.
هتلش رو تحویل داده، رفته یه مسافرخونه گرفته پایین شهر. حتما اوضاع مالیش خوب نیست دیگه. ببین اون صبح من جدی گفتم، اگه دوست داری بیاریش همینجا. راست میگی؟ بله من میرم مسافرخونه. نه چرا مسافرخونه، خیلی ممنون که درک میکنیم بابا، ولی خب اینا که دارن میرن باشون صحبت میکنم چند روز زودتر برن، همه با هم همینجا میمونیم. ببینیم چی میشه. راستی از اون دوستای دانشجوتون چه خبر؟ رفتن سر خونه زندگیشون؟ اینا یک دو روز دیگه مشکلشون با ساختمونشون حل میشه، میرن تو همون خونه. الان کجا میمونن؟ این سه شبه که پیش کارگرای رحمان میخوابیدن، امشب هم اونجایی که اسباب کشی داریم میخوابن. وا خونه مردم؟ نه اونجا متروکه است، سالهاست خالیه. متروکه است؟ پس باید خیلی ترسناک باشه. نمیترسن اونجا موندن؟ اونا از اون پوست کلفتان بترسن؟ چشم بسته است، چشم بسته است، جهانم شکل خوابه، عذاب استرابه، استرابه، روبرو دیواری از مه، دیواری از سنگ، روبرو، روبرو دیواری از مه، دیواری از سنگ، بگو بیهوده نیست، بگو نیست. چشم بسته است، جهانم شکل خوابه، عذاب استراب، استراب چست. اشکان، اشکان. بله. این چسب منو برداشی بیمزه سجاش، کارم لنگه. آقا اصلا چسب به درد من نمیخوره که، من اومدم دارم یه کار دیگه میکنم. من فهمیدم تو اومدی برش داشتی، برو بیارش. آقا من میگم اون اتاق ما داریم کار میکنیم، اصلا این بر نیومدیم ما. وعید، وعید. آقا وعیدم بغل دست من داشت کار میکرد، این بر نیومد. بله. این چسب منو برده بیار بجو. چشی؟ چش میدهی؟ آقا اگه میخواستی منو بترسی، من ترس خوردم، چسبو بیارید بدید. ادای من در میاره نه؟ من ترسیدم. الان چرا خوشگتون زده؟ ازدواج کنه؟ خب داداش خانم عارف، یعنی اگه این روح بفهمه با چه ابلهایی طرفه، به خودش ول میکنه. صابه اینجوری نگه، درسته تو یه خورده دست پاچه رفته هستی، ولی ابله نیستی. پس خیلی ابله به نظر نمیاد. انیشتنگ، ادیسونگ، منظورم شما دوتا بودید. خدایا این چه داستانی بود، من گرفتارش شدم. خدا صابه، یعنی هنوزم متقاعد نشدی که زنگ بزنیم یه نفر بیاد کمکمون کنه؟ حتما بیتا خانم صحبت یه جنازه ما رو پیدا کنم. آره آره باید زنگ بزنیم، زنگ بزنیم آقا نادر بیاد اینجا، ولی من تلفن ندارم، گوشی اونجا مونده. چیکار؟ خب تو زنگ بزن. آقا من گوشی منم تو هم اتاق جا مونده. منم که گوشی من سر شب خاموشه دیگه. آره بابا اینم که بوق نداره. این شماره گیرش هم اصلا خرابه. این
این اصلا سیم هم نداره. رفقا اینجا 32 سال متروک هست، 32 سال خط نداره. خدایا چرا من، چرا با این آخه خدا. آقا من یه نقشه دارم. چه اینجوری نگاه میکنی؟ یعنی نمیخوای من یه نقشه داشته باشم؟ نه. حالا نقشه چیه؟ آقا نقشه از این قراره. صابر چون تو دل جورتت از منو باید بیشتره. بله درست. یه کاری میکنی. خب از اتاق میری بیرون، روح پیدا میکنی، سلسا سلسا میکنی، جلب توجه میکنی، موقعی که دیدت فرار میکنی، میری اون بر از ما دورش میکنه، میبریش اون بر. خب میدونم اینجایی، بهتره خودتو نشون بدی. چیه نکنه ترسیدی؟ نه ترس، من باهات کاری ندارم، باور کن باهات کاری. بیا بیرون بازل. یه چیزی میخوام بهت بگم، شاید باورت نشه، اما من مهربون تر از اون چیزی هستم که به نظر میرسه. میتونیم برای هم دیگه دوستای خوبی باشیم، به شرطی که عاقل باشی و خودتو نشون بدی. بیرون نمیای؟ بسیار خوب، تا سه میشمرم، اگه بیرون نیومدی مجبور شم از خشونت استفاده کنم. یک دو سه. آفرین پسر، سر شماره سه خودتو نشون دادی، میدونستم عاقلی. ای تو برگرد با هم دیگه حرف بزنیم. نه ترس، باهات کاری ندارم، دوست عزیز، رفیق، دوست عزیز. آقای موزرم ببخشید، مثل یه بد موقع موزرمتون شدم. میرسه به وحید، وحید از اتاق میره بیرون، بعد میره اونجا گوشی منو پیدا میکنه، میاره داخل اتاق، من زنگ میزنم با آقای داده. فقط وحید حواست رو جمع کن، هر اتفاقی واسه صابر افتاد اصلا توجه نکن، تمام فکر و ذکرت گوشی ما باشه. گوشی رو میاد اینجا، زنگ میزنم آقا نادر میاد کمکمون. ها بگی آقا نادر، بگی آقا نادر، بگی بده من من بیشتر دوست داره دیگه. الو پدر، وحیدم. وحید کجایی؟ وحید پسرم، من اینجام، بیا بریم. بابا وحید دستتو بده من، بیا پسرم، بیا بریم. چطور بود؟ نقشه خوب بود درسته؟ سب کن ببینم چی شد؟ وحید پسرم بیا بریم؟ پسرم؟ آره دیگه، اگه خدا قسمت کنه منو بیتا خانوم با هم ازدواج کنی، من با آقا نادر میگم پدر، اونم به من میگه پسرم. ببخشید من اصلا نمیفهمم چرا هر جا که این آقا نادر هست بیتا خانومم باید حضور داشته باشه؟ به تو چه؟ من یه جای تو رو تعیین میکنم. آقای هشکان خانم ببخشید، بعد شما کجای نقشتون تشریف دارید تمام مدت؟ آقا نقشه رو من کشیدم دیگه، بعد من از دور مدیریت میکنم شما رو. خب بعد یه نفر باید باشه محوطه رو آمار داشته باشه یا نه؟ ها ببخشید اون وقت آقای مدیریت محوطه از راه دور، من چی میشم آخرش؟ کجا میرم؟
دیگه من به اینجاش فکر نگردم، نمیدونم. ولی از اونجا که سرعت روح از تو بیشتره، تو رو میگیری میکشه دیگه. میکشی؟ بنیادی؟ آقا مگه کشته؟ آقا عمرت به دنیا باقی نبود دیگه، به من چه؟ راست میگه دیگه صابر، مرگ حقه. بعدم میدونی یادت میشم تو داری جونتو بری دیگه از عزیزترین کسات متی. ببخشید الان منظورتون از دوتا از عزیزترین کسات کیان؟ شما دوتا؟ تو و این اسطوره بلاحت رو میفرمایی؟ زشته نکن، بذار آخرین چهرهی که ما از تو یادمونه قبل مرگت بشاش باشه، خندان باشه، نه اینقدر تلخ. دهنت ببند، دهنت ببند. ببین یه بار دیگه عراجیش فکی خودم داوطلبانه تحویل این آقا یا خانم روح مده مده، فهمیدی؟ خودم نقشه میکشم، نقشه اینه. اگر که اشکان نیست، نکنم اشکان رو خون. حالا چی میشه؟ اشکان رو از دست دادیم، باید بریم پس بگیریم، باید بریم اشکان رو بگیریم. آره بودو گیره خوبیه، باید بریم با روح حرف بزنیم. میریم میشینیم جلوش بشیم روح مهربان تو که اینقدر خوبی رفیق ما رو پس بده، مذاکره جواب میده همیشه. بریم. مذاکره جواب نمیده، مذاکره با آدمی جواب میده که مثل آدم میشینه با همون حرف بزنه. نکم یک کسی که همش داره ما رو میترسونه. فلا جون چی داری میگی؟ تو چشماش نمیتونستیم نگاه کنیم، چجوری باید باش بشنگیم؟ باید حرف بزنیم، حرف زدن همیشه جواب میده. آقا تو حرف بزن، من میرم دعوا. ببین وحید، وحید خواهش میکنم، ببین اون بفهمه چه نخانه یو برده خودش میاره پس میده. نرو، بذار طبق نقشه من جلو بری. اشکانم رو برده. نه احساساتی نشو، بذار بارشو وحید. از حلقومت میکشم بیرون. نامرد، نامرد.
خوشید ناهر چه بلای سر رفقام رو بردی بچه ها کن عشقان 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 صادره؟ بانک مصادرات. بزن مثل این حالت خوب نیست. نه جروح میاد. اینا چشون؟ اینا رو رو خورده پوستشون رو انداخته اینجا. بله خیلی ممنون. نگران نباشید. شما این صورت جلسه رو امضا کنید. برای بقیه کارشون فردا باید تشریف بیارین کلانتری تا پیگیریاشو انجام بدید. حتما ممنون. سلام. چی شده خانم عارف؟ شما ایشون نمی‌شناسی؟ بله، ایشون سرپرست همین بچه‌هایی هستن که اینجا کار می‌کردن. من راننده کامیون اسباب کشی هستم. برای بچه‌های ما اتفاقی افتاده جان صفا. ظاهراً یکی که تو بنگاه املاک کار می‌کرده، وقتی می‌فهمه خانم عارف قصد فروش خونه رو داره، برای اینکه قیمت خونه رو بیاره پایین، خودش شکل روح می‌کنه تا مشتری‌ها رو بترسونه. برادر، خوب شده اومد روح می‌خواست ما رو شدی. بفرما. انقدر خوب بازی کرده که این فکر میکنه هنوز روح بوده اون نقش نبود روح بود روح بود پس چرا به من زنگ نزدی؟ موبایل نبود سلام آقا باقر باقر کیه؟ من نادرم سلام آقا ناصر آه اون کی میگه ناصر؟ هنوز تو حالا هوای روح هست چیزی نیست یه هوا به سرشون بخوره درست میشه خانم عارف من اشتباه کردم من بچگی کردم منو ببخشید آقای نعیمی من به شما اعتماد کردم که کلید خونه رو دادم بهتون من نفسیم پشت میلای زندان غلط کردم غلط کردی که غلط کردی بسه ببرش جاسم بچه های ما که گناهی ندارم میتونم برن خونه نه نیازی نیست اگه شکایت دارین فقط فردا باید دیگه کلان کردی بابا من کور شدم من باید شکایت کنم ببرینش نه جناب سرما شما به روح اعتقاد دارین این روحه بذاری من دو تا اسپری بهش بذارم آقا ندارین امروز بازیه مگه این داره میره استادیوم این صورتش رنگ کرده جناب سرما دیوونه شدی تو چسب دارید چی میگه بلی؟ اون کارتونه یه 2 سانتیش مونده من چسب بزنم تموم شد دستش ببینم خوبی؟ سپاس خانم خداحافظ بسرمان دستتون نرد نکنه